بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیا بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم، با امید سالی پر از موفقیت، پر از شادی، پر از پیروزی برای همه ما. اجازه بدید به همین مناسبت برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به سرتیترهایی از اتفاقات مهم سال 96. کارگران در سال 96 که واقعا سالی پر از تحرک، پر از اعتراض رو پشت سر گذاشتیم، دست شما عزیزان رو به گرمی میفشنم، تک تک شما رو که این لحظات شورانگیز رو آفریدید. خب سال گذشته در واقع باید از اینجا شروع کرد. سال 96 سال سربلند کردن جنبش سرنگونی بود که دوباره سربلند کرد با خیزش انقلابی مردم در دیما که با شعارهایی مثل مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری شروع شد و در همون دومین روزش تبدیل به شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم شد و بعد هم دیدیم که چطور به خیابان کشیده شد. یه فاکتور مهمی که اوضاع رو به اینجا کشوند جنبش کارگری بود. واقعیت اینه که در چند سال اخیر جنبش کارگری پیشرفی‌های بسیاری داشته و نقش و تأثیر بسیاری در تغییر توازن قوای سیاسی جامعه داشته، نقش بسیار مهمی در جلو آمدن گفتمان‌های کارگری در سطح جامعه و سراسری داشته و این اتفاق مهمی است، خصوصا در سال 96 اعتراضاتی مثل اعتراضات کارگران هپکو، مثل کارگران گروه فولاد ملی اهواز، مثل تجمعات هزاران نفره بازنشستگان در مقابل مجلس و در کنار اعتراضات بسیاری که در این کارخونه اون کارخونه ما شاهدش بودیم، اعتراضات معلمان، اینها همه خب اوضاع رو به جایی رسوند که ما دیدیم که چطور یک دفعه در دی ماه 96 اوضاع به صورت یک جرقه ترکید و مردم با خشم و انزجاری که داشتن اومدن بیرون و گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. تظاهرات های دی ماه 96 خب ادامه پیدا نکرد در خیابان، اما مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی تو اشکال دیگه راه خودش رو باز کرد و عمیق‌تر خودش رو بیان کرد. از جمله شما دختران انقلاب رو شاهدی هستید که میبینید که این دختران با برافراشتن حجاب هاشون بر سر چوب نه بگفتن به آپارتاید جنسی، نه بگفتن به جمهوری اسلامی. و در از سوی دیگه اعتراضات کارگری تو ابعاد گسترده تر تداوم پیدا کرد. یعنی اگر از یک سو این اعتراضات جنبش کارگری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم کشیده شدن اوضاع به مقطع دی ماه بود، از طرف دیگه خود اتفاقی که در دی ماه افتاد تاثیر مستقیم در اینها روی جنبش کارگری هم گذاشت و بعد از دی ماه میبینیم که این اعتراضات با کیفیت بسیار جدید و در ابعاد بسیار اعتراضی تر، گسترده تر اومد به جلو. از جمله ما شاهد مارش عظیم کارگران رو بودیم از سوی کارگران گروه فولاد ملی اهواز، از سوی کارگران هپکو و همینجور شاهد این بودیم که کارگران اومدن جلو و گفتن که در مقابل مسئله دستمزدهای به سرقت رفتهشون گفتن دیگه ما تحمل نداریم، دیگه منتظر وعد و وعید نمیشیم و خودشون دست به عمل مستقیم زدن. خودشون گفتن ضایعات رو شرکت ها رو یه جای به دست گرفتن مثل کمباین سازی تبریز، گفتن ضایعات رو میفروشیم، دستمزدمون رو نقد میکنیم. کارگران هفته به گفتن اگر لیاقت ندارید برید کنار، اگر نمیتونید ما خودمون مدیریت میکنیم. جلوی خروج مواد تولیدی رو گرفتن در گروه ملی فولاد همینجور. یعنی کارگر قیام میکنه، میاد جلو میگه دیگه بسته، دیگه نه تهدید نه زندان، دیگه فایده نداره و با این شعار رو میاد تو خیابون.
خب این یک کیفیت جدیدیه و یک اتفاق بسیار مهمی ازش. اگر به اتفاقات سال گذشته ریستر کمی عقبتر برگردیم، از دیم ماه عقبتر برگردیم، میبینیم که گسترده ترین اعتراضات رو شاهد هستیم تو این کارخونه تو اون کارخونه و بی سابقه از نسبت به سالهای گذشته، که این اعتراضات نه تنها به لحاظ کمی متفاوت نسبت به سالهای گذشته، بلکه کیفیت هم متفاوته، هم نظر رادیکالیسمش، تعرضش، شعاراش، اشکالی که بروز میکنه، از همه این نظرها متفاوت هستش. و باز در تو سال گذشته همونطور که اشاره کردم، ما اعتراضات رو توی گروه فولاد ملی احواز میبینیم، نیشکر هفت‌تپه میبینیم، آذراب میبینیم، که در کنار مبارزات بیوقفه کارگران تو کارخانجات مختلف تو سراسر کشور، هم تا در کنار تجمعات بازنشسته ها، خب لحظات فراموش نشدنی رو به وجود آوردن که حالا در آخر همین برنامه کلیپی رو داریم که صحنه هایی از این اعتراضات رو میبینید، خودتون رو میبینید که چطور نقش آفریده تو این اوضاع و جامعه به اینجا کشیده شده. تو سال 96 کارگران هپکو بیوقفه جنگیدن و سرود آزادی زیر بار ستم، نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در راه آزادی، این سرودی بود که سر دادن به این سرود به جاهای دیگه کشیده شد، به سرود آزادی، به سرودی که اعتراض کل جامعه رو علیه تبخش سرمایه‌داری بیان میکنه تبدیل شدش. توی این کارگران در مهما همدوش با کارگران آذراب به خیابان اومدن و وقتی که نیروی انتظامی به اونا حمله کرد و میخواست که این اعتراضات عقب بزنه، درگیر شدن تو خیابونها و فضای اعتراض به جایی رسید که نیروی انتظامی عقب نشینی کرد، معذرت خواهی کردن و دامنه این اعتراضات اونچنان گسترده بود که موجی از همبستگی را از بخش‌های مختلف کارگری همراه داشتش و خود این یک اتفاق مهمی در سال 96 بودش. همینطور سال 96 سال درخشش بازنشستگان بودش که هر ماه در واقع تجمع کردن، اعتراض کردن، خواستاشون رو بیان کردن و نمونهش در 19 آذر ماه بود که در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردن، شعارهای کوبندهشون فضای شهر رو گرفتش. همینطور سال 96 سال مبارزات بیوقفه کارگران گروه ملی فولاد اهواز بود که دور آخرش تو همین اسفند ماه اتفاق افتاد، 26 روز طول کشید، کارگران با مارش هر روزشون و با مارش قدرتمندشون فضای شهر رو به طور واقعی تغییر دادن و یکی از صحنه‌های باشکوه اعتراضات این کارگران در 12 اسفند بود، با همراه با خانواده‌هاشون که شعار می‌دادن حساب به ما پر نشه، اهواز قیامت میشه، مرگ بر ستمگر، زنده باد کارگر، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید کردن. و این شعار با تنین بیش از 4000 کارگر، هزاران و با جمعیت خانواده هزاران نفر تو خیابون فریاد می‌زدن و این در واقع اتفاق مهمی هم بود در اعتراض به زندان ها و دستگیری ها و برای با خاص آزادی همه دستگیری شدگان. همونطور که گفتم سال 96 سال وارد شدن کارگران وارد عمل مستقیم شدن کارگری بود که اومدن و گفتن دیگه وعد و وعید بس، خودمون دست به کار میشیم، نمونه هاشو اشاره کردم. یا سال جلو اومدن رهبران کارگری در جلو صف مبارزات کارگران و جامعه بود، نمونه درخشانش سخنرانی اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگران در نیشکر هفت‌تپه است که از دردهای کارگران میگه و بعد میگه که مقامات زیر سوال میبره، مقامات مسئول رو زیر سوال میبره و میگه اگه نمیتونید برید کنار، خودمون اداره میکنیم، و میگه من به نمایندگی از 5000 کارگر صحبت میکنم. همینجور سال 96 سال فراخوان دادن ها بیوقفه از پیشی کارگران به اعتراضات سراسری بود که نمونه های درخشانش رو در مبارزات بازنشسته ها، مخابرات، راه آهن، کیانتای صنایع فولاد، معلمان، کارگران فشار برقی قوی و همینطور گروه فولاد ملی احواز و صدها مورد دیگه ما شاهد بودیم که به یمن متشکل شدن کارگران تو گروه های مدیای اجتماعی این تامین شده. سال 96 سال به میدان اومدن بیشتر نیروی جوانان بیکار بودش در اعتراض به بیکاری و با خاص کار یا به میه بیکاری که نمونه هاشو در آبادان و در اسلامشهر، خرمشهر، بجنورد شاهد بودیم. سال 96
سال همبستگی گسترده کارگری و قرار گرفتن بیشتر کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران، اینا کنار هم دیگه بودن، مثل طرحهای اعتراض علیه طرحهای مثل طرحهای بیکارورزی یا کارورزی که جمهوری اسلامی بهش میگه، یا حمایت از قربانیان، خانواده های قربانیان معدن زمستان یورت، یا موج وسیع کمک رسانی مردم از شهرهای مختلف به مردم زلزله زده غرب کشور، حمایت از کارگران هپکو آذراب. اینها نمونه هایی بود یا بیانیه های جمعی که تشکل های کارگری دادن در رابطه با خاص افزایش دستمزد، در رابطه با حمایت از مبارزات مردم در دی ماه، بیانیه هایی که در حمایت از دختران انقلاب دادن، بیانیه هایی که در حمایت از دستگیر شدگان اعتراضات مردمی دادن. سال 96 سال سربلند کردن قدرتمند جنبش برای خاص افزایش دستمزد بود. 9 تشکل کارگری بیانیه دادن، گفتن دستمزد ما باید حداقل 5 میلیون باشه، خط فقر رو قبول نمی کنیم. در همین اواخر سال بود که 70 انجمن و کانون صنفی کارگری ساختمانی بیانیه دادن و گفتن اگر خط فقر 4 میلیون، دستمزد ما باید بالای این باشه. و زیر این فشار بود که شورای عالی کار به مخمصه بدی گرفتار شد و برای تعیین دستمزد، و بعد از جلسات ماراتونی و هزار جور بازی در بردن، بالاخره گفتن که دستمزد 19.8% افزایش پیدا کرده، که این در واقع باز هم تحمیل دستمزد چند بار زیر خط فقر به کارگران است و کارگران اینو قبول نمی کنن و از همین الان زمزمه اعتراض بر سر این موضوع به راه افتاده. خلاصه اینکه کارگران در سال 96 با شعارهایی مثل حقوقای نجومی، فلاکت عمومی، اختلاسا کم بشه، مشکل ما حل میشه، توپ تانک فش بشه، احواز قیامت میشه، ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده، و شعارهایی تو این دست اختلاس، دزدی، فقر، بیحقوقی رو به چالش کشوندن. و همه اینها نشون میده که سال 96 سال پرتحرکی بود و در این حال نشون دهنده جایگاه مهم جنبش کارگری در روند سیاسی و اوضاع کل جامعه است. اجازه بدید فقط یک لحظه در یک دقیقه آخر بگم که جا داره در این حال به بچه تأسف‌آور اتفاقات سال 96 اشاره کنم، از جمله قتل و جنایتی که تو محیطای کار هر روز اتفاق میفته و مسئله جان باختن کارگران در معدن زمستان یورت، که همینجا به خانواده های اونا بار دیگه تسلیت میگم و به خانواده همه کسانی که عزیزانشون رو در محیط های کار از دست دادن، که خود آمار دولتی میگه 1137 نفر جان باختن در سال گذشته در محیط های کار. و همینجور یاد کولبرانی که در مرزهای کشور به دست جانیان اسلامی به قتل رسیدن، یاد مظفر عباسی دستفروشی که در مرداد ماه سال گذشته به دست پنج بوکس به دستان جمهوری اسلامی کشته شد، یاد اینا رو گرامی میدارن و به خانواده هاشون تسلیت میگن. و بالاخره اتفاق ناگواری که در سال گذشته روی داد، جان باختن عزیز محمد جراحی، کارگر رزمنده کمونیست و چهره محبوب کارگریه که از کادرهای برجسته حزب کمونیست کارگریه و به راستی در گذشت اون زایه‌ای برای جنبش کارگری، جنبش کمونیست و حزب کمونیست کارگری است. اون به سرطان مبتلا شده بود و در زندان مبتلا شده بود، از درمان محروم بود و جمهوری اسلامی در واقع قاتل اونه. و یادش گرامی باد. محمد جراحی در 14 مهر ماه با سرود اینترنشنال، با سرود همبستگی کارگری به خاک سپرده شد. زنده باد محمد جراحی. خب وقت برنامه ما تموم شده، متشکرم که همراه ما بودید. در اینجا از شما دعوت میکنم کلیپی از صحنه های شورانگیز اعتراضات خودتون رو ببینید. درود به شما، دست تک تک شما رو به گرمی میفشارم و برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم. Yeah.
اسبان نمی نشینی بهشتی، عبدی، شهابی، آزاد باید گردن بهشتی، عبدی، شهابی، آزاد باید گردن استاندار با اونای آقا
میشه. روز هر چیز جدال آخرین رسم ما انتر ناسیونال است نجات انسان ها. خود را گیریم از Hayır.
امروز ما آمده ایم بگیم شما نمی توانید هفتپ را اداره کنید. ما دیگر به دروغ های شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه، خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفتپ را خودمون آباد میکنیم، خودمون ادارش میکنیم. قانون کار نیست. ظاهرش زیباست، زمانی که به اجرا میرسه تازه میفهمیم قانون بردهداری است. اسکر ما روابه، مدیر ما تو خوابه. Let's go!